سلام مخاطبان عزیز، اگرچه آموزش کامل مباحث فیزیک رو به صورت فصل به فصل برای تمامی رشته ها به صورت مبحثی دادیم و شما در صفحه رشته تحصیلیتون میتونید دانلود کنید، اما برای اینکه مروری هم داشته باشیم روی مباحث، این سری فیلم ها رو تهیه میکنیم. خیلی توصیه میکنم حتما چه برای ریاضی چه برای فیزیک شما از مطالب مختلف برای درسنامه استفاده کنید، چون برخی از درسنامه ها روی برخی نکات تأکید دارن، دقت کردن و برخی یه مقدار سرسری گذاشتن. ببینید، این از کتاب راهنمای حل المسائل هست برای فیزیک دهم، کلاغ سپید. ببینید چجوری تعریف کرده: دقت وسیله اندازه گیری. میدونیم دقت وسیله اندازه گیری چیه؟ کمینه درجه بندی شده روی وسیله اندازه گیری. مثلا خط کشی که بر حسب سانتی متر هست، تقسیم بندی هاش دقتش سانتی متره، میلی متر باشه میلی متره. اما ببینید اینجا چجوری اومده، گفته بنا بر یک قاعده کلی خطای اندازه گیری. اصلا ببینید آدم دچار سرگیجه میشه. دقت وسیله اندازه گیری دو نقطه، یعنی اینو باید تعریف کنی. بعد اومده گفته بنا بر یک قاعده کلی خطای اندازه گیری. حالا ببینید، شاید میخواد خطای اندازه گیری رو جوری تعریف کنه که دقت اندازه گیری هم توش تعریف بشه، اما میبینیم نه. نوشته خطای اندازه گیری توسط خط کش و سایر وسیله های درجه بندی شده یک دوم کمینه تقسیم بندی مقیاس آن وسیله است. که این کمینه تقسیم بندی مقیاس، تقسیم بندی همون مدرج شدنه، دقت اندازه گیریه. خب الان شما خطای اندازه گیری رو تعریف کردی در حقیقت. بریم سراغ چند تا تمرین. کولیس و ریسنج هم تو این فیلم میگیم. میخوایم این جسمو که توسط این خط کش به جای اینکه از صفر بیاد اومده از اینجا، گفته اشکال نداره، ما اینو 11 میخونیم. اما از اونجایی که اینجا هم باید یه تخمینی یه رقم غیر قطعی بگیم، اینجا هم باید به این صورت بگیم، چون اعدادی رو میتونیم با هم دیگه جمع و تفریق کنیم از لحاظ فیزیک، که رقم اعشار اینجا یه رقمه، اونجا هم یه رقم باشه، تعداد ارقام اعشار بعد از ممیز یکی باشه. این 11 اینجاست، این 53 و خورده ای. مثلا بگیم 53 و چشم من از نیم کمتر، 53 و مثلا 2/10. اینو منهای این کنیم میشه چند؟ 42.2. 42.2 میلیمتر. اما دقت این چیه؟ دقت این 1 میلیمتر یا 1/10 سانتیمتر. اگر اینجا دقتش میلیمتره، پس باید بگم به علاوه منهای نیم میلیمتر. اما اگر بر حسب سانتی متر باشه، البته اینجا شما میگید آقای رضا اینجا نوشته 42.3. من مخصوصا اینجا گفتم چشم من میبینه 53.2. این مثلا دیده چند؟ 53.3. یعنی اینو 0.3 دیده. من 53.2 دیدم، این 2/10 و این 0.3 در نظر گرفته. خواستم بگم
رؤیتی که من میکنم این خطای مربوط هست به کسی که اندازه گیری میکنه، که با میانگین گرفتن اگه 3-4 بار اینو بردارم و بذارم دوباره اندازه گیری کنم میانگین بگیرم، این باعث میشه که خطا کمتر بشه. اما اگر بخوایم بر حسب سانتی متر بگیم، اول اینو بر حسب سانتی متر به من بگید، میشه 1 سانتی متر رو این 1/10 هست. بله، حالا یه رقم غیر قطعی هم میدیم، پس میشه 1/10 سانتی متر. اینجا هم میگم 53 رو میبینم، 53/10 یعنی 5 سانتی متر رو 3 تا خطم رد کرده. اینجا نسبتی که مثلا میدم 300. بعد اینو از این کم کنیم میشه 4 و 23 صدم. آقای رضا اینجا 300 نسبت دادی توی میلیمتر 2/10، اشکال نداره، الان اینجا این عدد رو نسبت دادم، قطعی که نیستش، رقم غیر قطعی، میشه 4 و 23 صدم سانتیمتر به علاوه منهای 5 صدم سانتیمتر. بر حسب متر هم اگر بخوایم بگیم تبدیل میکنیم دیگه، میشه به این صورت 4 سانتی متر، این متر، اینم تبدیل میکنیم 4 رقمه، باید حتما این عدد با خطا تعداد ارقام اشارش یکی باشه. این کولیسه یه قسمت ثابت داره، این سفیده فک ثابت هست، این فک متحرک، روی فک متحرک خطکش مدرجه، به این میگن ورنیه. قسمت فک متحرک رو بهش اصطلاحاً چه میگن؟ ورنیه. برای اینکه اینو بخونیم، این اومده بزرگ اینجا نمایش داده ما بهتر ببینیم، ما اینو داریم، ما میایم صفر ورنیه، قسمت ورنیه رو نگاه میکنیم روی خطکش ثابت، چند رو نشون میده؟ این 3, 1, 2, 32 میلیمتر رو میبینیم. اما حالا قسمت ورنیه نگاه میکنیم، اولین خطی که منطبق بشه با قسمت ثابت، ببین این صفر که منطبق نیست با خط قسمت ثابت، این منطبقه، این بیشتر منطبقه تا این. البته ممکنه یه نفر بگه آقای رضایی من اینو منطبق در نظر میگیرم، باش بگو 32 و 3/10. اما اگه یه نفر اینو، این 4 رومین خط رو منطبق در نظر گرفت، 4 ضرب در 1/10 میکنه، این کولیس هر میلیمتر رو تقسیم بر 10 کنیم 1/10، هر کدوم از این مدرجه 1/10، 4 تا خط میشه 32، 4 ضرب در 1/10 به این صورت. بریم یه دونه تمرین کولیس انجام بدیم ببینیم بلد شدیم یا نه. اینو میبینید 0، این 45 میلیمتر که قطعی. حالا بریم ببینیم اولین خط کجا منطبق شده. تو گزینه ها یه راهنمایی به ما کرده، نگاه کنید،
پس میگه سومی خط رو بیشتر روش دقت کن. سومی خط 1 2، این سومی خط. خب سه تا خط 0.1 میلیمتر هم که خودش داده دیگه، اگرم نمیگفت 10 قسمت هر کدوم از این چیزایی که روی خطکش ثابت هم هست 1 میلیمتر میشه 0.1. اما دقت کولیسمون 0.1 تقسیم بر 2 که میشه 500. اگر بخوایم اینجوری بنویسیم یه اشکالی داره، این دو رقم داره این یه رقم، بنابراین میشه گزینه 3 که اینجا هم اومده اینو توضیح داده. ریسنج رو که میبینید میخواد این وسیله رو اندازه گیری کنه. دقتش چقدره؟ ببینیم این میلیمتر، این 1 دور که هستش 100 قسمت، 0.01 میلیمتر. خطاش چقدر میشه؟ 0.01 تقسیم بر 2 میشه 0.005 میلیمتر. خب اما بیایم بخونیم، این 5ه، این 6ه، این 7ه، این پایینو میبینید نیمه، این 1ه، این نیم، این 1.5. بنابراین یه نیم هم باید بهش اضافه کنیم، 5 6 7، 7.5 اینجا داریم. بعد حالا میایم این مقداری که رد شده رو از روی این قسمت چرخاننده قلتکش میخونیم، 30 35 منطبق با این، بنابراین اینجا هم میذاریم. اما قراره با این جمع و تفریق بشه، پس میشه 7 85 یه دونم میذاریم به علاوه منهای 5000. یه دونه هم تمرین از ریسنج. خب اینو الان شما به من بگید چه عددیه؟ میگید این 5ه، این 6ه، این 7ه، اینم میبینید این پایین 7.5، این 45 هم که منطبق شده. اما بنابرای اون خطای اندازه گیری که 0.01 تقسیم بر 2 که میشه 5000 میشه 7.950 به علاوه منهای 5000 میلیمتر. یه نکته‌ای که وجود داره، برخی از خطاها رو ما میتونیم حذف کنیم، برخی از خطاها رو نمیتونیم حذف کنیم. اونایی که میتونیم حذف کنیم، اشتباه خوندن رو میتونیم با درست خوندن حذف کنیم، خطای محاسباتی رو، عدم استفاده درست از وسایل اندازه‌گیری رو میتونیم، وسیله اندازه‌گیری رو درست در نظر بگیریم. مثلا میخوایم ارتفاع یه ساختمون رو اندازه بگیریم، وسیله مناسب اینه که هم متر استفاده کنیم، کیلومتر واحد خوبی نیست. اما خطاهایی که نمیتونیم حذف کنیم همیشه در اندازه گیری وجود داره، خطاهایی هستش که مثلا وسیله اندازه گیری اشتباه مدرج شده باشه، این دیگه دست ما نیست. ببینید این الان درست اگر شیوه اندازه گیری از بی نگاه کنه درست میخونه، از سی نگاه کنه نور خط مستقیم سیر میکنه دیگه، ما میخواییم اینجا رو ببینیم نورش باید به ما بخوره به چشما دیگه، بنابراین میاد این عدد رو قطع میکنه، بیشتر میخونه آ، کمتر میخونه، این دوتا صحت نداره. البته تو کتاب گفته دقت نداره، درست اینه که صحت هم نداره.